گلکسی S23 اولترا سامسونگ در حال حاضر قدرتمندترین گوشی پرچمدار سامسونگ، حتی میتونیم بگیم گوشی پرچمدار اندرویدی و شاید قوی ترین گوشی فعلی بازار باشه. امروز میخوایم این گوشی رو بررسی کنیم و ببینیم که چه نقاط قوت و ضعفی داره و تا چه اندازه ارزش خرید داره. من سیمین هستم و از شما دعوت میکنم با ادامه این ویدیو همراه من باشید. وقتی که گلکسی S23 اولترا معرفی شد، یه جورایی یه سری ها تو ذوقشون خورد، به خاطر اینکه حس کردن که این گوشی تغییر چندانی در مقایسه با نسل قبلیش، یعنی S22 اولترا نداشته، یا حداقل در ظاهر اینجوری بوده. باید قبول کنیم که طراحیش در مقایسه با نسل قبلی تغییر زیادی نکرده و باید یکم بیشتر دقت کنید تا این تغییرها رو تشخیص بدید. مثلا به صورت کلی گوشی حالت باکسی تری گرفته، لباش یکم صافتر شدن، این کنج ها هم همینطور، و بخوام بهتون بگم چه تغییر کرده، بیشتر شبیه گوشی های سری نوت سامسونگ شده. همیشه این یه جورای وجه تمایز گوشی های سری S و نوت بودن که حالا دیگه میتونیم بگیم وجه تمایز گوشی اولترا با دو عضو دیگر این خانواده هستش. این که حالا در مقایسه با نسل قبلیش تغییر زیادی نکرده از نظر من ایراد نیست. S22 اولترا یه گوشی خوشگل بود و هیچ ایرادی هم نداره که نسل جدیدش هم مثل خودش خوشگل باشه. البته الان که دارم میبینم اینم بگم که طراحی دوربین هاش هم یه کوچولو تغییر کرده. این رینگی که دور این محفظه دوربین هست یکم محسوس تر شده، تو نسل قبلی حالت محفتری داشتش. کماکان نمایشگرش از دو طرف یکم اجه که حالا این هم سلیقه‌ایه، بعضی‌ها این موضوع رو دوست ندارن، ولی از نظر من ظاهر پریمیومی به این گوشی میده. S23 اولترا یه کوچولو در مقایسه با نسل قبلیش سنگین‌تر شده، تقریبا 5-6 گرم، که حالا باتریش چون یه اندازه است نمیدونیم دقیقاً این تغییر واسه چیه. بدنه شیشه‌ای مات پشت دستگاه و نمایشگر گوشی با گوریلا گلس ویکتوس 2 محافظت میشن که حالا در مقایسه با ویکتوس پلاس نسل قبلی یه لول ارتقا پیدا کرده و طبیعتاً مقاومت بالاتری خواهد داشت، ولی خب اجازه بدید ما این موضوع رو راستی آزمایی نکنیم. بقیه مواردی که توی طراحی سامسونگ لحاظ کرده در مقایسه با نسل قبل تغییر خاصی نکرده، IP68 داره، بلندگوهاش استریو هست و حالا یکم حس میکنم کیفیت صداش بهتر شده در مقایسه با نسل قبلی، سنسور اثر انگشت زیر نمایشگره، سرعت خیلی خوبی داره از نوع اولتراسونیکه و کلا یه لول با چیزی که تو گوشی دیگه سامسونگ غیر پرچمدار سامسونگ دیده بودیم فرق داره. و به صورت کلی من طراحی این گوشی رو خیلی دوست دارم. حالا شاید یکم وزنش تو بلند مدت واسه من اذیت کننده باشه، ولی خب ظاهرش به شدت با کلاسه، یعنی خیلی با کیفیت ساخته شده و از نظر من هیچ ایرادی نداره که شبیه نسل قبلیشه. S23 اولترا سومین نسل از گوشی های سری S که از قلم پشتیبانی میکنه، دومین نسل میشه که قلم رو توی خودش جا داده و یه جورایی دیگه جانشین سری نوت به حساب میاد و به واسطه این قلم که حالا بالاترین سطح کیفیت توی گوشی ها و تبلت های سامسونگه، یه سری از امکانات نرم افزاری خاص رو داریم توی این گوشی میبینیم که حالا تو بخش نرم افزار بیشتر در موردش توضیح میدم. یه قانون کلی در مورد پرچمدارای سامسونگ وجود داره، اونم اینه که سامسونگ همیشه بهترین نمایشگرهاشو توی این گوشی ها استفاده میکنه. S23 اولترا که دیگه پرچمدار پرچمدارهای سامسونگ به حساب میاد و از نمایشگر خیلی خیلی با کیفیتی برخورداره. از نظر کیفیت رنگ، جنس رنگ ها، روشنایی، همه چیز در سطح خیلی خوبیه. نرخ رسازیش 120 هرتزه که حالا از 45 هرتز تا 120 هرتز به صورت آداپتیو تغییر پیدا میکنه و به واسطه نمایشگر با کیفیت هم میتونید توش محتوای خیلی خفنی تماشا کنید، هم میتونید تو بالاترین سطح کیفیت بازی بکنید. یکی از اساسی ترین تغییرهایی که این گوشی در مقایسه با نسل قبلی کرده سخت افزارشه، که خب خیلی موضوع طبیعیه چون یک سال بعد اومده و ما انتظار داریم سخت افزار قوی تری داشته باشه. اما خب امسال سامسونگ دیگه اومد خیال این کاربرهای ایرانی رو راحت کرد
تا دیگه اینقدر هرس نخورن که چرا نسخه اگزینوس داخل ایرانه، چرا جاهای دیگه نسخه کوالکام رو دارن. سامسونگ امسال S23 اولترا رو فقط با یه چیپست یعنی اسنپ دراگون 8 نسل 2 که مخصوص گوشی های گلکسی طراحی شدن راهی بازار کرده. حالا اینکه مخصوص گوشی گلکسی هم یعنی چی؟ یعنی یکم اورکلاک شدن دیگه، یعنی حساسشون نگاه کنی کلاک اسپید بالاتری در مقایسه با نسخه عادی این پردازنده دارن. یه ارتقای سخت افزاری دیگه حافظه این گوشیه که حالا تو نسخه پایه 256 گیگابایته. کماکان از پورت حافظه پشتیبانی نمیکنه، این انتقاد به سامسونگ وارده، ولی خب اینکه دو برابر کرده حافظه داخلی رو خبر خوبی برای کاربره. و اینکه تکنولوژیش هم جدیدتر شده، یعنی حالا از نوع UFS 4 که سرعت خیلی بالاتری در مقایسه با نسل قبلی داره. این سرعت رو شما میتونید تو کپی کردن فایل ها و اینجور موارد بهتر مشاهده بکنید. حافظه رم کماکان تو نسخه پایه 8 گیگابایته، ولی خب این نسخه که برای بررسی احترام قرار گرفته نسخه 12 گیگابایتیشه. با این سخت افزاری که سامسونگ توی این گوشی قرار داده، انتظار نمیره که عمل کردش چیزی غیر از عالی باشه. تو تستای بنچمارک بین گوشی‌هایی که من بررسیشون کردم، S23 اولترا رکورد شکنی کرد و یه جورایی تقریبا تو همشون بالاترین امتیازها رو کسب کرد. تو عمل کرده روزمره هم چیزی غیر از این نبود و بازی ها رو تو بالاترین سطح کیفیت اجرا میکرد. کارهای عادی مثل گشت زدن تو شبکه های اجتماعی فیلتر شده و زنگ و تماس و این ها هم دیگه واسهش مثل آب خوردن بود. یه چیز دیگه که تو این گوشی خیلی باعث خوشحالی من میشد این بود که تو پردازش های سنگین اصلا به اون شکل آزاردهنده گرم نمیشد. مدیریت گرمایی خیلی خیلی بهتر شده توی این گوشی و خبر خیلی خوبیه واسه کسایی که قصد خرید نسل جدید پرچم‌دار سامسونگ رو دارن. سامسونگ پرچم‌دار جدید خودش رو با اندروید 13 و رابط کاربری وانیای 51 رو یه بازار کرده که جدیدترین نسخه از سیستم عامل و رابط کاربری خودشه. به طور کلی اگر با گوشی‌های سامسونگ کار کرده باشید، رابط کاربری S23 اولترا خیلی موضوع عجیب غریبی براتون نداره. البته یه قلمی داره که یه سری از امکانات نرم افزاری خاص واسش طراحی شده و میتونه شما رو با خودش سرگرم بکنه، اما به صورت کلی رابط کاربری از نظر من یه چیز سلیقه‌ایه. خیلی ها هستن که با رابط کاربری سامسونگ حال نمی کنن، شیائومی رو ترجیح میدن، حتی iOS رو به این ترجیح میدن، ولی از نظر من که خودم گوشیم سامسونگی، رابط کاربری سامسونگ خیلی سرراست، تند و تیزه، همه چیز خیلی قشنگ طراحی شده و از این نظر من رابط کاربری این گوشی رو دوست داشتم. اینکه این گوشی قراره تا 4 سال آپدیت اندروید رو دریافت کنه خبر خوبیه، یعنی ما قراره که تا اندروید 17 رو توی این گوشی ببینیم. سامسونگ از این نظر داره خیلی خوب عمل میکنه و تلاش میکنه که خودش رو در سطح رقیبش یعنی اپل نگه داره. اسپن یا همون قلم این گوشی تو لبه پایینی دستگاه قرار گرفته و مثل نسل قبلیش یه سری از امکانات خاص خودش رو ارائه میده. مثلا ژست های هوایی از راه دور میتونید گوشی رو کنترل کنید، توی یه سری از برنامه ها مثل گالری یه سری عملیات خاص خودش رو انجام میده. امکان اسکرین شات گرفتن، نوشتن روی اسکرین شات، طراحی و اینها از جمله امکاناتی هستن که این قلم ارائه میکنه. در مجموع چیزی که من دیدم، قلم اسپن این گوشی در مقایسه با نسل قبلیش خیلی تغییرات خاص و محسوسی حداقل نکرده و البته نیازی هم نداشته که تغییر بکنه. اما خب برعکس اون دوربین چیزی بود که یک تغییر اساسی کرد. برای اولین بار توی گوشی‌های این سری داریم یه دوربین 200 مگاپیکسلی می‌بینیم که با 3 تا دوربین دیگه همراه شده، یه دوربین فوق‌عریض و 2 تا دوربین مخصوص زوم. در مورد دوربین‌های این گوشی میشه ساعت‌ها صحبت کرد، حتی میشه یک ویدیوی بررسی جداگانه ازش ثبت کرد، ولی خب نمی‌خوام خیلی بررسی طولانی بشه و حوصله‌تون سر بره. در این حد بدونید که دوربین اصلی این گوشی یعنی همون سنسور 200 مگاپیکسلی واقعا سنسور هیولاییه، یعنی توی تمامی شرایط میتونه عکس‌های خیلی با کیفیتی ثبت بکنه. فناوری ترکیب پیکسلی تو این سنسور سطح جدیدی داره، یعنی این سنسور 200 مگاپیکسلی خروجی که به شما میده 12 مگاپیکسلیه که بی نهایت جزئیات داره، نویز تو کمترین حالت خودشه و رنگ ها هم خیلی طبیعی ثبت میشه. البته امکان عکاسی 50 مگاپیکسلی و حتی 200 مگاپیکسلی هم برای این گوشی در نظر گرفته شده که خیلی تفاوت ها اونقدر محسوس نیست. شاید اصلی ترین تفاوت
تو این حالت ها حجم عکس ها باشه که حالا یه چیزی هولوش 50 مگ میشه اگه بخوای تو اندازه اصلی 200 مگاپیکسلی ثبت بکنی. دوربین فوق عریض 12 مگاپیکسلی خیلی در مقایسه با نسل قبلیش تغییر خاصی نکرده، یعنی فکر نمی‌کنم مثلا تغییری کرده باشه، ولی خب کماکان با کیفیت و عکس های خوبی ثبت میکنه. دو تا دوربین زوم هم که 3x و 10x رو به صورت اپتیکال ارائه میکنن هم از کیفیت خیلی بالایی برخوردارن و زومی که ارائه میدم خیلی با کیفیته. البته اینم بگم که تا 100x هم این دوربین ها میتونن عکاسی بکنن، ولی خب خیلی سخته تو 100x عکاسی کردن اگر بخواید از سوژه های زمینی عکاسی بکنید، یعنی جزئیات کمه و عکس با کیفیت به سختی میتونید بگیرید. هر چهار تا دوربین تو شب هم عملکرد خیلی خوبی دارن و همونطور که گفتم تا 10x رو میتونید تو حالت عکاسی نایت عکاسی بکنید، ولی از اون به بعدش دیگه تو حالت عادی عکس میگیره که نویز محسوس تره تو اون حالت و میتونید ببینید که کیفیت چقدر فرق میکنه. سقف کیفیت فیلم برداری S23 Ultra 8K که حالا نرخ 30 فریم هم بهش اضافه شده، ولی خب اگر بخواید از لرزشگیر دستگاه استفاده بکنید نهایتا میتونید با کیفیت 4K فیلم برداری بکنید. کیفیت فیلم برداری هم واقعا خوبه، ولی خب با دوربین فوق عریض به خوبی دوربین اصلی نیستش، مخصوصا تو شب این تفاوت خیلی محسوس تره. سامسونگ امسال یک حرکت عجیب زد و اونم این بود که سنسور 40 مگاپیکسلی دوربین سلفی نسل قبل رو با سنسور 10 مگاپیکسلی عوض کرد، ولی خب نتیجه بهتر شد. کیفیت عکسی که دوربین سلفی این گوشی ثبت میکنه واقعا خوبه، مخصوصا تو محیط‌های روز. البته من خودم یکم این ایراد رو میتونم بهش وارد کنم که پردازشی که میکنه یکم بیش از حد عکس رو خوب میکنه و حالت مصنوعی بهش میده، ولی خب این چیزیه که خیلی ها دوست دارن این موضوع رو و راضین از بابت این کیفیت. تو شب هم کیفیت عکاسی دوربین سلفی خوبه و عکس های خوبی ثبت میکنه، ولی خب فیلمی که دوربین سلفی ثبت میکنه تو محیط های تاریک یکم نویز کماکان توش محسوسه. این حالت فیلم برداری پورتریت ویدیو دوربین سلفی گوشی گلکسی S23 اولترا هست. همونطور که میبینید داره پس زمینه من رو تار میکنه. از اینجایی که من دارم میبینم خیلی تمیز و دقیق داره تار میکنه. حالا میخواییم یکم هم اونش میدم که ببینیم سرعت عملش چطوره. به نظر خوب میاد. خب این هم ویدیوی سلفی با دوربین گوشی گلکسی S23 اولترا که تو حالت عادی دارم میگیرم. اصلا این طور نیست طبیعتا، ولی فکر میکنم که به صورت پیش‌فرض لرزشگیر فعاله و داره تا حد خوبی لرزش ها رو حذف میکنه. این هم نمونه فیلم دوربین سلفی گلکسی S23 اولترا که دارم تو شب فیلم میگیرم. همینجوریش خودم دارم نویز ها رو میبینم. احتمالا شما هم تو نمایشگر بزرگتر بیشتر نویز ها رو خواهید دید. در مجموع سامسونگ دوربین های متنوع و خیلی با کیفیتی برای S23 اولترا در نظر گرفته که شاید این سنسور 200 مگاپیکسلی نشون بده که خیلی در مقایسه با نسل قبلی تغییر کرده، ولی خب اگر بخوام منصفانه بگم تفاوت ها اونقدر محسوس نیست. S23 اولترا هم واقعا کیفیت عکاسیش خوب بود، ولی خب حالا توی این گوشی ارتقا داریم میبینیم ولی نه اونقدر محسوس. ظرفیت باتری این گوشی در مقایسه با نسل قبلیش تغییری نکرده، ولی خب مشخصه که پردازنده جدید خیلی خیلی رو مصرف باتری تاثیر گذاشته و مصرف باتری رو ایدئال تر کرده. تو تست های بنچمارک S23 اولترا هم تو بالاترین سطح کیفیت و نرخ به روز رسانی امتیاز خیلی خوبی کسب کرد، هم تو حالت کم مصرف که نمایشگر رو تو نرخ نوسازی 60 هرتز قرار داده بودیم و رزولوشن پایین. یه جورایی انقدر عمل کرده این گوشی تو تست بنچمارک خوب بود که ما رو از کار و زندگی انداخت. منتظر بودیم تست تموم بشه بریم واسه فیلم برداری، ولی 18 ساعت ما رو معطل خودش کرد. باتری از اون چیزایی بودش که تو S23 اولترا بهبودش برای من کاملا محسوس بود و من حتی تو استفاده های خیلی زیاد، یعنی جوری که داشتم ساعت ها باش بازی میکردم، هم میدیدم که اونقدری شارژ باتری تموم نمیشه. مثلا من یه چیزی هلوش نیم ساعت داشتم کال آف دیوتی بازی میکردم و فکر میکنم 3% فقط شارژ باتریش کم شد که خیلی این عدد خوبی بود. حتی
اگر بخواید شدیدترین استفاده هم داشته باشید، حداقل استفاده ای که من دارم میکنم، میدونم که تو یک روز نمیتونم باتری گوشی رو تموم کنم دیگه، باید خیلی خیلی بیرحمانه از گوشی استفاده کنید که یک روزه باتریش تموم بشه. S23 Ultra کمکان از شارژر 45 واتی پشتیبانی میکنه که تو جعبش قرار ندادن، میتونست ارتقا پیدا بکنه در مقایسه با نسل قبلی، ولی خب کمکان 45 وات سقف سرعت شارژ این دستگاهه که یه چیزی هولوهوش 1 ساعت و 10-15 دقیقه زمان میبره تا باتری این گوشی رو به صورت کامل شارژ بکنه. از شارژ بی سیم و شارژ بی سیم معکوس و این داستان ها هم پشتیبانی میکنه. خب یه جورایی بررسی سراسر تعریف من از این گوشی رو دیدید. دلیلش هم اینه که واقعا از نظر من گوشی همه چی تمومیه، هم طراحیش خیلی زیباه، هم نمایشگرش با کیفیت، سخت افزارش عالیه، بالاخره نرم افزارش هم که خوبه، آپدیت خوبی داره، دوربین‌هاش با کیفیتن. کماکان شاید بخوام ریزبینانه نگاه کنم بتونم تو دوربین‌هاش ایراد بهتون بگم که گفتم. باتریش هم از نظرم عالیه، ولی خب میرسیم به جایی که من بزرگترین انتقاد رو بهش دارم، اونم قیمت این گوشیه. قیمت این گوشی تو بازار جهانی 1250 دلاره. بیاین حالا یه ماشین حساب بردارید، ضرب در دلار 57500 الان بکنید ببینید چقدر میشه. یه چیزی هولوهوش 70 میلیون خورده قیمت این گوشیه که واقعا رقم دیوانواریه. اگر هم دلار اونقدر نباشه، باز هم 1250 دلار برای یه گوشی خیلی زیاده، حتی گوشی پرچم دار. ولی خب برای کسایی که قصد دارن خفن‌ترین گوشی اندرویدی فعلی بازار رو داشته باشن که از قضا قلم هم داره، S23 Ultra گوشی خیلی خوبیه. اگر هم کسایی هستن که خیلی میونه خوبی با گوشی های آیفون ندارن یا تو ایران زندگی میکنن نمیتونن میونه خوبی داشته باشن با این قوانینی که جدیدن وضع میشه و پول هم خیلی واسه شون دغدغه نیست، باز هم S23 Ultra بهترین انتخابیه که میتونن داشته باشن. اما خب نظر شما چیه؟ اگر قصد خرید گوشی توی این بودجه رو داشته باشید به سراغ S23 Ultra میرید یا نه؟ نظرات خودتون رو تو بخش نظرات با ما در میون بذارید. مرسی که این ویدیو رو تا انتها تماشا کردید. اگه از اون خوشتون اومد اون رو لایک کنید و با دوستاتون به اشتراک بذارید. اگر میخواد از ما حمایت کنید کانال یوتیوبمون رو سابسکرایب کنید و زنگولش هم فعال کنید. یادتون نره که برای اطلاع از جدیدترین اخبار دنیای تکنولوژی و سخت افزار وبسایت سخت افزار مگ رو هر روز مطالعه کنید. با آرزوی روزهای خوش برای همتون تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.